بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همیهنان همزبونا برادر و خواهرای گلم امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید یه سری نکات راجع به این ویروس جدید کرونا میخواستم با شما در میون بذارم حالا من یه چیزایی اول راجع به دولت بگم اولندش که من اصلا موزه های دولت و مسئولین و اینا رو نمیفهمم به نظرم میرسه که آقای دولت کلا برنامه ریزی کردن که لاقل ترس این ویروس رو تو کشور بیارن همونجوری که میبینید تو صفحه های مجازی این براندازا و فلان و اینا هی ای دنبال اینن که بگن مثلا فلانجا موردی از ویروس دیده شد و نمیدونم فلان همجوری شروع میکنن حرفایی که کنترل نداره میزنن آی نمیدونم اولین مورد اونجا دیده شد اولین مورد اینجا دیده شد یا اینکه شروع میکنن بگن ویروس اومده و اینا نمیخوان بگن و از اینجور جور مسائل در میارن که گویا میخوان این ترس رو تو دل مردم بندازن که احیانا توی راهپیمایی 22 بهمن مثلا این شرکتشون رو کمرنگ کنن با ترس ویروس چون خب میدونیم دیگه نه جریانات نزدیک به دولت نه دولت و نه خب اون براندازه که تکلیفش معلومه از شرکت مردم توی مراسم دعیفش خوشحال نخواهن شد نمیشن و گوی دنبال اینن که از این فرصت استفاده کنن و یه سری صحبت ها رو به میون میارن مثلا همون روزای اول شروع کردن چو انداختن از این که نمیدونم آی اولین مورد این ویروس از کشور نمیدونم آذربایجان وارد تبریز شد و فلان بیمارستان و از اینجور صحبت ها کلن از اینجور مسائلی که کنتر نداره و مثلا فلان عکس و از فلان آمبولانس و فلان جا اینا میذارن و این شایبه رو میخوان به وجود بیارن که ویروس همین الان وارد شده خلاصه ولی این مسائل موزگیری های دولت کلا من نمیفهمم مثلا به جایی که مسئولین بیان بگن آی ملت خیالتون تخت ما هستیم دور مملکت و دیوار کشیدیم نمیذاریم ویروس وارد مملکت بشه میگن این ویروس بالاخره میاد اه. انگار کلا برنامه چینن که بیاد یا لاقل ترسش بیاد یه چیزی هم که جالبه اینه که روحانی توی آخرین سخنرانیش همونی که در مورد صلاحیت کاندیدا نمیدم جمهوریت و اینا بود یه جورایی تیکش هم انداخت که مثلا بعضیا اونقدر که از جمهوریت میترسن از ویروس کرونا نمیترسن هه, هه 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 با همون لحن صبح جمعه ای که به قولی این احساس توی ملت بندازه که نکنه اینم هم مثل همون قضیه بنزینه نکنه بعدن بیاد صبح جمعه بگه منم نمیدونستم هه هه هه, هه. آره بعد آقای وزیر بهداشت و اینا که میان صحبت میکنن یه جوری صحبت یه جوری موزه میکنن که آقا این ویروس میاد بالاخره چون به هر حال ده فجر و قضیه 22 بهمن و اینا دولت هم زیاد از شرکت پرشکوه مردم زیاد خوشحال نخواهد شد مثل کلا اپوزیسیونا و این دولت فلان زیاد خوشحال نخواهد شد اصلا این قصد رو داشت یا داره گویا یه ربطی هم با این قضیه داره اما حالا اینو بذاریم کنار در مورد خود ویروس این ویروس از خانواده ویروس های کرونا است جدید هنوز اسم نداره برای همین بهش میگن ویروس جدید کرونا ووهان جالبم هست میگن ویروس چین در صورتی که تا حالا این همه ویروس از آمریکا و از جاهای دیگه اومده هیچ وقت هیچ کس نگفته ویروس آمریکا یا ویروس اسپانیا یا ویروس نمیدونم فلان ولی خب این بازی های رسانه ایم. حالا و شکل و ساختار ویروس حالا بحث های تخصصیش زیاد وارد نمیشن ولی ویروس های از اون دست از ویروس که از حیوان به انسان میاد مثل ویروس مرس که سال 2012 از سعودی پخش شد مبدعش هم بدن شطور بود جالبه به اونم میگفتن ویروس خاورمیانه. میانه یا <هم> مثل سارس که مبدعش یه نوع گربه بود. کلا این ویروس ها به قولی هاستشون بدن حیواناته. بین انسان و حیوانه. یا مثل دست خانواده ویروس های آنفولانزایی که از حیوانات میرسه که البته اونا بیشتر فصلیه مثل آنفولانزای خوکی و مرغی و این صحبت ها. ولی خب این بیشتر شبیه ویروس بدن خفواشه. همون ویروسی که توی بدن خفاش زندگی میکنه. و قبلا هم دیده شده مخصوصا اینکه هم ساختار این ویروس شبیه ویروس همون کرونا ویروس بدن خفاشه هم هم این که این ویروس از شهری از چین پخش شد به نام ووهان که تو این شهر خوردن خفاش خیلی مرسومه و از اونجایی که اولین بار همه اون آدمایی که به این ویروس مبتلا شدن با یه فروشگاه گوشت حیوانات وحشی مثل خفاش و سگ و گربه و مار و اینا در ارتباط بودن به خاطر همین گفتن ممکنه مبدع پخش این ویروس همین فروشگاه باشه که البته بیشتر حدسیات روی همون خفاشه چون بیشتر گوشت حیوانات دیگه مثل سگ و مار و اینا رو خیلی از شهرهای دیگه چین هم مصرف میکنن ولی خفاش فقط همین ووهان میخورن و خیلی هم معروفه که همینجا هم چند تا نکته هست به خاطر اینکه اولندش که علائم این بیماری سریع خودشو بروز نمیده مثلا الان میگن که چهارده روز طول میکشه تا یه آدم بتونه بگه ناقل هست یا نیست به خاطر همین این یه خورده جای سوال داره و علائم این بیماری هم خیلی شبیه آنفولانزاست یا یه سرماخوردگی شدید با گلودرد شروع میشه بعد به صرفه میرسه به همراه تب شدید و بعد هم تا الان هیچ درمان یا آنتی ویروسی براش پیدا نشده ولی خب خیلی از بیماران هم به صورت طبیعی با درمانهای عمومی درمان شدن و بیشتر اونهایی که جونشون رو از دست دادن از سالمندان بودن و آدمهای با ایمنی ضعیف بدن و نکات پیشگیریش هم مثل آنفولانزاست یعنی ماسک و البته محافظت چشم هم مهمه چون یکی اگه ماسک داشته باشه چشماش در امان نیست ولی خب همون ماسک و شستن مداوم دست ها و اینا میتونه جلوی این بیماری رو بگیره دقیقا مثل آنفولانزا و میزان مرگ و میر این بیماری هم حدود دو درصده اگرچه میزان مرگ و میره این ویروس از ویروس دیگه خیلی کمتره اما شیوعش شدیدتره چون اینکه اولا علائم بیماری ممکنه معلوم نشه یعنی دو نفر آدم با هم تماس داشته باشن بدون اینکه بفهمن یکی به اون یکی ویروس انتقال بده و دو اینکه با تماس به اشیایی که فرد مبتلا با اون تماس داشته این ویروس بازم منتقل میشه این بدشه و یکی از بدترین مسائل مربوط به این ویروس اینه که خیلی شبیه به سرماخوردگیه مثلا تو خود شهر ووهان اون اول که این ویروس پخش شد خیلی یا مثلا سرما خورده بودن به بیمارستان ها حجوم بردن برای آزمایش و خیلی ها اونجا مبتلا شدن و اینکه تو خود شهر هم هر کی به قول یه عدسه ای می میکرد یه سرفه میکرد سریع قرنطینش میکردن به خاطر اینکه معلوم نبود حالا سرما خورده یا اینکه این ویروس ها گرفته حالا چینی ها هم خیلی با این مسئله شوخی هم میکنن مثلا مثلا کلیپ درست میکنن که یه نفر سرفه میکنه بعد بلا فاصله با هلیکوپتر و نمیدونم کماندوها اینا از همه جا میریزن دستگیرش میکنن قرنطینش میکنن و این صحبت ها. و حالا مرگ و میره کم و درمان خود به خودی تا الان این که نشون میده این ویروس روی بعضی آدما حالا با ساختار بدنی خاصی تاثیر کمتر یا بیشتری داره و تقریبا همه تلفات این ویروس همه فقط چینی بودن در صورتی که بیشتر از 20 تا کشور درگیر این ویروس شدن تا الان و جالب این که اولین کشور خارجی که این ویروس توش دیده شد آمریکا بود اگرچه دو نفرم خارج از چین کشته میشن یکیشون یه آدم 44 ساله هنگکنگی بوده که خب بازم نجادن چینیه و دومیش یه آدم توی فیلیپین که اونم اهل ووهان چین بوده و جالب اینجاست مثلا این آدم ووهانی که توی هنگ کنگ کشته میشه خانوادش همسر و فرزنداش قرنطینه میشن به عنوان کیس مشکوک به ویروس ولی بله خب کشته نشده که این حدسو به وجود میاره که ممکنه اونایی که خودشون مستقیم این ویروس رو گرفتن اینا تو خطر بیشتری تا اونایی که از شخص مبتلا این ویروس رو گرفتن که البته در حد همون فرزیات و حدسیاته چون واقعا اطلاعات راجع به این ویروس خیلی کمه و هنوز نه درمانی هست و نه حتی این ویروس اسب داره اما حالا این چیزهایی که در مورد ویروس بود اما به نظر من این ممکنه یه مسئله ای باشه بچه های آیتی خوب میدونن یه ویروس نوشته میشه که ویروسیاب فروخته بشه و تقریبا ویروس ها به طور کلی به صورت طبیعی تو بدن انسان نیست. گفته میشه که از حیوانات به انسان سرایت میکنه ولی ممکنه اتفاقات دیگه ای پشت پرده باشه. به نظر من این یه بیوتروریسمه. این ویروس یه سلاح بیولوژیکیه. اگرچه ممکنه مبدع این ویروس واقعا از بدن خفاش باشه اما اصل اون ویروس شاید تو بدن خفاش گذاشته شده. چرا؟ چون مثلا همین خفاش سال هاست که توسط مردم تو ووهان خورده میشه اگرچه بازم حالا به حال گوشت حرومه گوشت حیوانات وحشی اصلا نباید توسط انسان خورده بشه و حتما یه دلیلی داره که حرومه حتما توی گوشت خوک کما اینکه دانشمندا امروز کشف کردن یک سری بیماری هایی هست که بدن انسان در مقابل اونها خیلی آسیب پذیره مثلا یک دو کرم ها یا انگل هایی توی بدن این حیوانات زندگی میکنه که بدن انسان در مقابل اونا قوی نیست و شاید خود اون حیوان مشکلی با این کرم ها انگل ها این مسائل نداشته باشه و یا حتی خیلی از حیوانات حلال گوشت هم حتی مخصوصا اونایی که تو نجادشون دستکاره میشه ممکنه سرطان داشته باشن یا یک سری بیماری های ناشناخته شده داشته باشن یک سری بیماری هایی داشته باشن که خود حیوان نتونه مثلا بگه آی من مثلا فلان جام درد میکنه فلان مشکل دارم مشخص نش و خوردن گوشت این حیوانات به بدن انسان لطمه بزنه مخصوصا اون حیواناتی که به قولی زبه اسلامی نمیشن و خون توی گوشت میمونه و خب اکثر بیماری ها و راه انتقالشون هم از طریق خونه اگرچه ممکنه حالا دستگاه گوارش انسان بتونه به قولی با اسید و حذف کردن خیلی از میکروبا باکتریا انگلها انگل ها اینا رو از بین ببره ولی خب بعضی انگل ها توی دمای بالا هم از بین نمیرن مثل انگل که توی بدن خوکه ولی خب اکثر اینا نهایتا منجر به سرطان بشن اما ویروس یه خورده بحثش فرق میکنه به نظرم. چون ویروس به نظرم معمولا با دست بردن توی طبیعت به وجود میاد یعنی یک چیز طبیعی عادی نیست مثل ویروس ایدز که حالا گفته میشه از رابطه جنسی انسان با حیوان ابتدا به انسان و بعد هم از همجنسگرایی ارتباط جنسی بین دو تا همجنس شیو گسترش پیدا کرد تا جایی که الان حتی سلمونی رفتنم به قولی امن نیست که البته در مورد همونم گفته میشه که این ویروس اصلا توسط بشر ابتدا ساخته شده و حالا داستانهای اینجوری به وجود اومده که از حیوان به انسان ولی خب اگرچه اصل قضیه این ارتباط همجنسگرایی باعث شیوع این بیماریه یا اصل قضیه خوردن گوشت حرام یا گوشت حیوان وحشی باعث انتقال این ویروس های جدیده اما این اصل به وجود آورده شدن ویروس هم ممکنه درست باشه یعنی تو امان با هم یه مثال بزنم مثلا انسان مواد مخدری صنعتی می سازه و حالا یه انسان با مصرف این مواد ممکنه فلان مریضی رو بگیره حالا از ارتباط این انسان با یه انسان دیگه این مریضی گسترش پیدا کنه یعنی هم ارتباط این دوتا انسان حالا از راه غیر طبیعیش و هم اصل اون مواد غیر طبیعی تو امان با هم دلیل انتشار ویروسه. و 100 صد درصد وقتی یه چیزی حرومه خب حتما یه دلیلی داره که حرومه دیگه سازنده انسان بهتر از انسان میدونه چی واسش خوبه چی بده براش که حالا من وارد این بحث نمیشم. که اکثر اینا به همون کرم و انگل و نمیدونم بیماری های گوارشی و این چیزا ختم میشه. اما ویروس مخصوصا یه ویروس پروتئینی به نظر میرسه که دستکاری شده توسط انسانه اگرچه توی منابع بعضی ها مثلا تاریخچه فلان ویروس رو به مثلا 8000 سال چند هزار سال اینا ربط میدن و در طول تاریخ هم بیماری هایی بوده مثل وبا نمیدونم تا یک سری بیماری های واگیردار و کشنده که خب اکثرا، باکتری هن مثل وبا که یک نوع باکتریه که از خوردن ماهی های نپخته و صدف های خام و اینجور مسائل به انسان منتقل می شده و تو ایران بیشتر از خوردن سبزی های نشسته و این صحبت ها یا تا اون که از کک به موش سرایت می کرد و با گاز گرفتن انسان توسط موش خورمایی موش سهرایی به انسان سرایت می کرد و میلیون ها آدم رو در طول تاریخ کشته ولی خب بازم یک نوع باکتری هن. و اگرچه پژوهشگران بر این باورند که باکتری ها و ویروس ها پیش از حیات زمین وجود داشتند و کلا باعث به وجود اومدن حیات هم شدند و خب ویروس های زیادی توی دنیا هست توی مثل سرخک و هپاتیت بی و سی و این صحبت ها یا ویروس های خیلی کشنده تر مثل آبولا و نمیدونم ولی خب به ظاهر لاقل زیاد عادی نیست چیزی که تو انسان نیست انسانی که مثل دیروزش زندگی کرده یه دفعه مثلا یه مریضی جدید یه ویروس جدید همینجوری یه دفعه از طبیعت بیاد این یه مقدار با عقل من لاقل جور در نمیاد انسانی که هزاران سال روی زمین بوده چطور میشه که یک دفعه بعد از هزاران سال یک چیز طبیعی به وجود بیاد درش این زیاد حالا و حالا یک سری مسائل راجع به تروریسم و بیوتروریسم و جنگ های بیولوژیکی و این صحبت ها بگم این کلا تروریسم مدرن دقیقا مثل استعمار مدرن تو ظاهر نیست مثلا تو استعمار کلاسیک می اومدن کشورها رو می ازشون استفاده میکردن تو استعمار مدرن میان استقلال میدن به کشورها یا تجزیه میکنن و استقلال میدن و با گذاردن عروسک های دست نشانده خودشون از منابع این کشورها به صورت نامستقیم استفاده میکنن مثلا همون کاری که با سعودی دارن میکنن توی تروریسم مدرن هم اکثر این کارهایی که میکنن مثل سقوط هواپیما تو رو نیست مثلا میان آواکس روشن میکنن کروز سیمولیت میکنن رو هواپیما مسافربری پدافند داخلی هواپیما رو میزنه یا حتی بعضی وقتا کارهای به قولی اصطلاحاً به قول فرنگی ها این سایت جاب میکنن مثل کاری که 11 سپتامبر با برجای دو خودشون کردن بعد گفتن القاعده کرده <تصفح> حمله کردن به عراق الان از القاعده تو سوریه حمایت میکنن علنی حسابشو بکن حالا چرا بیو تروریسم اولندش که این وسط بیشترین سودو داره آمریکا میبره اصلا حال کرده تو فلانش عروسیه به قول وزیر تجارت آمریکا یا بازرگانی نمیدونم کامرس سیکریتری ویلبر برگ اگه اسمش رو درست گفته باشم گفته بود که این ویروس کرونا میتونه اشتغال رو برگردونه تو آمریکا حسابشو بکن یه آدم اومده همچین حرفی رو زده از اون طرفم نگاه کن بیشتر از 60 بیلیون دلار به اقتصاد چین تا دو سه روز پیش ضرر خورد. سهام شانگهای تو بازار بورس سقوط کرد. تو یه روز 420 میلیون دلار ارزشش رو از دست داد. فقط حسابشو بکن. فکرشو بکن این همه کارایی که تعطیل شده، این همه آدمایی که قرنطینه شدن. چه ضربه‌ای به اقتصاد چین میزنه؟ البته یه چیزم بگم ها. الان جشن سال نو قمری چینیه به خاطر همین بیشتر آدما برگشتن شهرستاناشون پیش خانواده هاشون یعنی تقریبا تعطیلیه که خب یه شانسی هم چینی ها آوردن که الان اتفاق افتاده ولی خب از طرف دیگه الان یه زمانیه که همه مسافرا توریستای چینی اینا به قولی سرازیر میشن تو کشورهای دیگه چندین میلیون آدم کلی شرکت های وابسته به توریستی و نمیدونم کلی اینجور مسائل همه بیکار شدن و کلی هم همه اون آدمایی که قبل از این ماجرا سفر کردن به کشورهای دیگه الان همه زابرا شدن نگاه به چینیا تو کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای غربی نگاه بدیه جوری که چینیا خیلی واکنش نشون دادن دانشجوهاشون یا مهاجراشون و مسافراشون به مثلا فیلم درست میکنن که میگن من ویروس نیستم من یه آدمم و کلا این بحث نجات پر پرستی در کنار این قضیه ویروس هم هست همه می که هیچ هواپیما بری ای این مسافرهای چینی رو بر نمیگردونه چین چون بیشتر هوابری ها پروازهای به چین رو متوقف کردن با خاطر اینکه حالا این مسافرها رو بخوان برگردونن چین هواپیما باید خالی برگردن به خاطر این هیچ هواپیمایی این سمتی پرواز نمیکنه حالا بازم دم ایران گرم وزیر بهداشت چین با وزیر بهداشت ایران ملاقات داشتن بعدش هم قرار شد که یعنی داره میکنه الان ماهان مسافرهای چینی رو از جای مختلف برگردونه چین خیلی هم کار درستیه من نمیدونم این حقوق بشر و این سازمان های فلان الان کجان این همه مسافرها آدم های چینی دارن تو وضعیت سختی بیشتر همه در بدر تو فرودگاه چی کدوم هم رسیدگی نمیکنن حالا باز دم ایران گرم این چینی ها رو بر میگردن به سمت چین حالا یه سری حرف هم تو رسانه ها اینا میاد که آی نمیدونم دارن چینی ها رو میارن میان ایران میخوان ترانزیت کنن ممکنه بیماری بیاد و فلان آقا جون ترانزیت یعنی مثلا از ترکیه مسافرها رو میاره تهران تو تهران هواپیما یه سوخت گیری میکنه یا هواپیما رو عوض میکنن و توی این ترانزیت این چینی ها تو شهر نمیان که کلا اکثر پروازهای خارجی خیلی چند تا ترانزیت داری بعضی که مسیر دوره بیشتر از دو تا سه تا ترانزیت داره یه چیز عادیه یه جای مثلا یه جا وای میسه واسه سوختگیری نمیدونم واسه مثلا غذا این چیزا رو هواپیما لود کنه بارگذاری کنه و یا بعضی وقتا هواپیما عوض میکنن این چیز چیزی نیست عجیبی نیست و البته خیلی از این پروازه اینجوری نیست که تو ویزای اون کشور نداری که بیای بری تو شهر یا مثلا سه چهار ساعت یا دو ساعت فاصله بینشونه این خیلی کار خوبیه که داره میکنه و یه کار خوبی هم که ایران کرد از اولین کشورهایی بود که شروع به حمایت کرد یک میلیون ماسک فرستاد و الان تقریبا تا سه میلیون اینا رسید ماسک هم تولید داخل صنعت نانو از کیفیت خیلی خوبی برخورداره هم این ماسک تو دنیا جا میفته از لحاظ اقتصادی خیلی برا ما خوبه هم, هم از لحاظ دیپلماسی و به قولی روابط بین کشورها خیلی خوبه چینیا خیلی بازخورده خوبی داشتن مردم چین خیلی به ایران احترامشون زیاده و مخصوصا برای این و البته این ماسکار هم مفتی نمیدیم حالا یه سری این رسانه ها شروع کرده بودن فلان اینا نمیدونم الان اگه ژاپن بود اگه فرانسه بود اگه فلان بود الان همه اومده بودن عکس پروفایلشون رو عوض کرده بودن پری فور for... نمیدونم برلین یا Pray for پاریس ولی بله خب اینجور وقتا من نمیدونم بعضی این حقوق بشریشون چی میشه یه دکمه دارن گای سویچش رو روشن میکنن گای خاموشش میکنن الان خاموش البته یه اتفاقی هم افتاد که دولت اومد خروج ماسکا غیر قانونی کرد خیلی ماسکا توی فرودگاه برگشت میخورن به خاطر اینکه میگن که مثلا این باید مهر نمیدونم بهداش بخوره و فلان نداره خلاصه غیر قانونی کردن یه حرفی هم برای اینه که میگن خیلی ماسکا کلا واسه چند ماه پیش خرید شدن یه کشور توی تولیدش کم میاره بخاطر همین نمیذارن ببره کل چینی ها ریختن مثلا تمام ماسکا رو حالا اینترنتی یا مثلا تاجراشون پیش خرید کردن یا کشورهای دیگه حتی خیلی از ترس این ویروس نیاز به این ماسک دارن و این ماسک یکی از بهترین های توی دنیاست کیفیت خیلی خوبی داره صنعت نانوه و هر کشوری هم نمیتونه اینو تولید کنه و الحمدلله ما تولید کنندشیم و حالا یه چیزی هم هست که نیاز داخلی کشور هم میگن ممکنه با کم بود مواجه بشه به خاطر همین جلو صادرات رو گرفتن که به نظر میرسه مدیریت خیلی ضعیف دولت مثل همه چیز این همه از تولید ملی و این بهترین شرایط واسه اینکه روی این برنامه ریزی کنیم مثلا میارزید بیاین همین الان دوتا کارخونه ماسک درست کنید تو این شرایط چه میدونم دوتا تولیدی این کلی اشتغال دیگه هر ماسکی که فروخته میشه اشتغال دیگه از این بهتر چی میخواه حالا اگه میگم بازم یه کشور اروپایی بود الان حسن روحانی شروع کرده بود توییت زدن ولی خب چون که چون پس چون حالا خودت میدونه چی میگم و اینش مهمه اینه که الان تو این قضیه مخصوصا آمریکا تو این هایهوی اومدن دنبال هوچیگریان دست پیش رو گرفتن میگن این ویروس تولید چینه خود چینیا درست کردن آخه, آخه قاقی مگه تو چین مگه انسان ببین آدم های چینی واسه چین خیلی مهمه چون کارگراشه چین روی جمعیتش میچرخه چین خیلی جون آدماش واسش مهمه همین الان خیلی خوب کار کرده مثلا یکی از دلایل یکی از مسائلی که جای تعمل داره مثلا میگن ویروس سارس 8 درصد کش یا نمیدونم ویروس آمریکایی NYH1 بود اگه اسمش اشتباه نکنم مثلا 17 درصد کشت ولی این فقط 2 درصد کشته پس مهم نیست نه چین خیلی خوب جلوش گرفت از همون روزای اول که شیو پیدا کرد مثلا کل این ووهان رو قرانتینه کرد هر آدمی که به ووهان سفر داشته مثلا این چیزاشون اطلاعاتشون که ثبت شده تو شهرهای دیگر رو میرن با تخته در خونهشون رو تخته میدنن که نتا میاد بیرون واسه چهارده روز که قرنطینه بشن معلوم بشه یا نه تو هر مجتمعی که یه نفر مبتلا شده کل مجتمع رو قرنطینه کرد یعنی از خیلی از لحاظ مالی گذشته واقعا یعنی واقعا چین خیلی افورد زیاد خیلی تلاش زیادی کرد واسه جلوگیری از این ویروس شما همین رفتار رو با رفتار آمریکایی‌ها نگاه کنید خیلی جای تحمل داره و واقعا چین خوب کار کرد حالا این کمک و این حمایت ایران مخصوصا به عنوان اولین کشور ها و ظریف دمش کمشه یه بار کار خوبی هم کرد اومد به چینی نوشت و به چینی ها گفتش که ما با شما حمایت میکنیم و هر کاری از دستمون بیاد برمیاریم و فلان این خیلی بازخورد خوبی توی شبکه اجتماعی چینی داشت و چینی ها اصلا کلا خیلی دید خوبی به ایرانیا دارن ایرانی ها رو خیلی بالا حساب میکنن مخصوصا از اون وقتی که هواپیما بدون سرنشین آمریکا رو زدیم همونجا خیلی حال کرده بودن بعد این عین الاسد هم که زدیم دیگه کلا حال کردن چون یه کشور پیدا شد جلو آمریکا چینی هم آمریکا رو زیاد تعبیر نمیگیرن اصلا مردمش هم از آمریکا البته کل مردم دنیا هیچ آمریکا رو دوست نداره آمریکا یا رو دوست نداره این نظام رژیم حاکم آمریکا رو هیچ دوست نداره و همه خوشحالن حتی مثلا آلمانی ها فرانسوی ها با اینا که صحبت کنی مردمشون خیلی خوشحالن که یه نفر جلو آمریکا وایساده و احترامم خیلی زیاد شد مخصوصا حالا تو این قضیه توی چین خیلی از این لحاظا چیز خوبی اتفاق افتاد مثلا مردم ویدیو درست میگن دانشجوهایی که حالا زبان چینی بلدن یا فلان ویدیو درست میکنن مثلا میگن که نمیدونم ووهان چین قوی باش ما ایرانی ها پشت تیم ساپورت میکنیم و چینی اینا خیلی دست به دست میچرخونن خیلی به قولی تشکر میکنن قدردانی میکنن و این مقایسه میکنن حس انسان دوستی ایرانی ها و دوستی که در مواقع سختی باهاشونه رو با بعضی کشورهای غربی و از کشورهای اولی که کمک کرد البته سعودی همون اول کمک کرد وزیر بهداشتش یه محموله مسائل پزشکی رو فرستاد که بحث دیپلماسی و ایناست دیگه میگم مثل همون قضیه نفت که ایران و سعودی چیز دارن سعودی دست آمریکا حالا خودت میدونی چی میگم آره حالا اینا چه چیز بعد یه چیزی هم که جالبه اینه که اولین نفری که تو کشورهای خارجی به این ویروس مبتلا شد یه آمریکایی بود تو آمریکا خب این چون الان وقتی نیست که آمریکا یا برن آمریکا از چین که چون از یه طرف تعطیلات چینیه تاجرای آمریکایی الان نمیان چین و بیشتر آمریکاییایی که تو چینن یا دانشجوان یا معلم زبانن یا مثلا کسی هن که بیزینس بلند مدت دارن چه میدونم دیجی نمیدونم کار یه کاری داره میکنه که مثلا مجری تلویزیونه نمیدونم از اینجور مسائل کار صدا میکنن نمیدونم از این از اینجور آدم الان اینا چین نمی... آمریکا نمیرن که چون آمریکا یا معمولا یا کریسمس میرن و تنکسگیوین و اینا مثلا چطور ایرانی یا نوروز و شب یلا از اینجور مسائل روزهای خاص میرن ایران و تعطیلاتی که تو ایران تعطیلات باشه میرن آمریکایی هم ها... اگه آمریکا میخواستن برن همون موقع کریسمس قبل از این حرفا میرفتن که مثلا ترافیک رفتن به آمریکا زیاد باشه بگی مثلا احتمالش زیاد بوده هم دوره هم گرونه اکثرا به قولی نمیرن و گفتم بیزینس ها و تاجراشون هم که چون الان وقتش نیست چین همش تعطیل دیگه الان تعطیلات چینه و خیلی کم. ترافیک مسافری بین آمریکا و چین خیلی پایینه این احتمالش خیلی کم بعد و از یه طرف هم وقتی نگاه میکنی این احتمال که این ویروس رو بر اساس ژنوم نژادی چین ساخته باشن خیلی زیاده چون اگرچه خارجی هم به این ویروس مبتلا شدن اما بیشتر مرگ و میر حالا درسته چون چینی هم بیشتر گرفتن و تعداد مبتلایان زیاد بوده ولی خب بیشتر مرگامی فقط چینی بوده و تازه تو همین چینی هم فقط بعضی ها به فوت منجر شده یعنی انگار که یه دستگاه به قولی یک ساختار بدنی خاصی به فوت منجر میشه و بعضی هم خود به خود با همونجوری که قبلا گفتم با داروهای عمومی خوب شدن حالا این وسط هم که خود چینی ها اومدن همه خیلی چیز میکردن احتمال میدادند که این یه حمله بیوتروریسم آمریکاییه تو صفحات اجتماعی مردم ابراز میکردن که این یه کار آمریکاییه چون مثلا اهل ووهان قبلا خفاش میخوردن و این اتفاقا الان این با اق... به قولی جور در نمی اومده براش و حالا آمریکایی هم دست پیش گرفته بودن گرفته اند چون چین یه آزمایشگاه مطالعه روی مسائل ویروسی و این صحبته داره که تو شهر ووهانه و این ویروس هم از همون شهر ووهان اومد که اینجا یه پرانتز وا کنم چطور ما تو ایران مثلا اسرائیلیا شبکه یه نفوذ زیتون دارن که دست به کارهای فلان میزنه نمیدونم ترور رو فلان میکنه این شبکه تو خیلی از کشورها هست و تو چین هم هست الان که بیشتر اقتصاد چین داره میفته دست اسرائیلی از مکدانلد و کی اف سی و نمیدونم هرچی فکر کنی این شرکت های یونیستی تو چینه و دست اسرائیلی ها رو تو چین میبینی این هم ممکنه که از به قولی همون طوری که پرواز مسافر برای ما رو با یک کاری کردن یک به قولی این تروریسم مدرنی که قبلا در صحبت کردم از داخل زدن ممکنه این اتفاق افتاده باشه که از داخل پخش کرده باشن که خیلی هم سخت میشه فهمش یا ردگیریش ولی احتمالی که بیشتر میتونه درست باشه همین اومدن نیروهای نظامی آمریکایی تو شهر ووهان واسه یه برنامه نظامی و بعدش پخش شدن این ویروس تو شهر ووهان و همونطور که میبینی بهترین سلاح آمریکا یعنی بهترین بیشترین نفع و واسه آمریکایی داشته ویروس بخش بشه این بهترین راه ضربه زدن به اقتصاد چینیه که در برابر آمریکا قد علم کرده و به زودی از آمریکا هم بالاتر میزنه و تازه توی تاریخ که نگاه کنیم هر کشوری که با آمریکا مذاکره کرده و به یه قراردادی رسیده سریع آمریکا شروع کرده پشت پرده به اعمال تروریستی بر علیش از لیبی و نمیدونم روی خود شوروی خود اون آمریکا وقتی این رژیم آمریکا حاکم شد به آمریکایی که بیشتر بر پایه تفکرات مثلا مسیحی و مذهبی اینا بود با انقلاب فرهنگی خیلی تغییراتی انجام دادن که به زائقه خیلی آمریکایی‌های مثلا اون موقع خوششون خوش نمی نشست و یا مثلا مذاکره که با شوروی میکنن قراردادی که میبندن به قولی به دیل میرسن و بعد شوروی و با تروریسم اقتصادی زمین میزنن با لیبی با عراق با هر کسی که با همین ایران خودمون میان قرارداد می برجام امضا میکنن و بعد شروع میکنن به قولی این مسخره بازی های دلغکوار این آقای قمارباز و تروریسم اقتصادی انجام میدن تروریسم اطلاعاتی انجام میدن از اینجور کارا و اینم در صورتی که یکی دو هفته نمیشه چین با آمریکا این به قولی به اتفاق نظر تو حوزه اقتصادی و تجارت و اینا رسید و دقیقا دو سه هفته بعدش یکی دو هفته بعدش این اتفاق میفته این دور از ذهن نیست چون تاریخ آمریکا اینو میگه اتفاقا احتمالش هم بیشتر میکنه تازه چینی هم دارن شروع میکنن دلار از معاملات بین بذارن کنار و از خود یوان استفاده کنن یا طلا چین و روسیه جفتشون سیاست های اقتصادیشون بر اینه که این کاغذ پاره بی ارزشی که هیچ پشتوانه نداره به نام دلار رو بدن بره طلا ذخیره کنن حالا اومدیم و فردا روز نظام پولی جهان عوض شد و دلار نشد نمیدونم پول واسط بین ارزهای دنیا و تاریخ هم نشون داده هر کسی که جلوی دلار وایساده آمریکا سری بر علیهش از این دست به همچین کارهایی زده و میبینیم وزیر بازرگانیش میاد اعلام میکنه که این ویروس کرونا میتونه به برگشتن اشتغال به آمریکا کمک کنه خودش گرار هم داره میده و از طرفی هم اون بحثی که قبلا گفتم ویروس نوشته میشه که ویروس کش فروخته بشه یه شرکت دارویی آمریکایی به نام گلیت ساینس یکی از داروهایی که برای سارس و ویروس کرونا ساخته بود و قرار بیاد روی این ویروس امتحان کن و به قولی با کشور چین به همچین چیزی رسیدن و با پخش این خبر سهام این شرکت رفت بالا حسابش بکن همونطوری که با سقوطش سهام شانگهای سهام اروپا رفت بالا کلا نشون میده این به نفع خیلی هست و وقتی تو یه چیزی یه کسایی نفع دارن قطعا توش دست هم دارن حالا حساب کن انسانی که با این همه چی به این همه پیشرفت و فلان رسیده هنو مثلا تو درمان نمیدونم آنفولانز های فلان ناتوانه مگه میشه مگه داریم مگه میشه چیز دیگه اینا معلومه یه چیزی پشت این پرده واسه حالا یا مثلا قضیه مکزیک خب مکزیک رو گردشگریش داشت چیز میکرد جلو آمریکا هم قد علم کرده بود اون موقع نمیدونم بعد یه رفع آنفولانزای خوکی تو مکزیکی ها چیز شد پدر گردشگریشون رو در حالا تازه برخی از مسئولین بلند پایه یه بعضی از کشورها هم اومدن موزگیری کردن مثلا ماتیاس چانگه پروفسور مالزیایی که مشاور سابق نخست وزیر مالزیا بود اون گفته که آمریکا سابقه استفاده از بیوتروریسم رو داره و این ویروس هم دسیسه جدید آمریکاست یا مثلا ولادیمیر ژیرونوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه هم گفته که این شیوع به آمریکا ربط داره و دلیلش هم گفته که رشد اقتصادی چینه برای مقابله با رشد اقتصادی چین این کار کرده با عقلم جور در میاد به حال آمریکا همیشه توی این مسائل دست داشته اصلا قبلا بمب اتمو انداخته این که از بمب اتم هم راحت‌تر براش هم بهتره براش کسی هم نمیاد بگه تو چرا اتم انداختی کلی سود داره براش آقا یه جامعه درگیر ویروس میشن نمیدونم این آنتی ویروسش رو پیدا میکنه واکسنش رو پیدا میکنه مثلا حالا دارن احتمالا واکسناشون رو میفروشن کلی کشورهای دنیا رو ممکنه بتونن با این واکسن مثل همون پاتریوتشون که کلی از کشورهای دنیا رو به قولی منیپولیت میک... اه... چیز میکردن اه... فشار وارد میکردن میتونن همین کارو باشون بکنن چه میدونم مثلا بیارنشون پای مذاکره و مهمتر از همه افکار عمومی جهان رو از قضیه معامله قرن منحرف میکنه این معامله قرنی ای که سالها قرنها برش نقشه کشیدن اونم الان اصلا این پازل کناره هم که میذاری میبینی دارن چین و آمریکا با هم دیل میکنن قرارداد تجاری میبندن بعد دقیقا دو هفته بعدش بعد از اومدن نمیدونم چیزهای آمریکایی توی شهر ووهان بعد مشکل و مجلسی یه دفعه این ویروس شیو پیدا میکنه این معامله قرن تو همین وقتا این حداقل قابل تعمله حداقل قابل بررسیه و بازم میگم وقتی همه چیز به نفع آمریکاست تو کل دنیا این واسه آمریکا یا از همه بهتر فکرشو بکن بعدش هم چه دلیلی داره مثلا برن بانک جهانی نجادی درست کنن انستیتوی بهداشت آمریکا سال 2001 اعلام کرده بود که 90 درصد جنوم نجادی انسان رو تکمیل کرده تعیین کرده یعنی نقشه زیستی بشر رو تو کل کره زمین 90 درصدش رو تعیین کرده یادتون باشه قبلا تو فیسبوک و این مسائل این پستاش می اومد. شیر شعر میکردن همه که با گوش پاک کن مثلا بزاق دهنتون رو بفرستید که اینا میخوان نمیدونم فلان دی ای یا چیز کنن فلان داروی سرطانی برای فلان کشور آفریقایی میخوان با توجه به این بر اساس بزاق دهان ایرانی ها درست کنن آخه من نمیدونم بزاق دهان ایرانی ها میخواد بره مثلا فلان دارو رو درمان پیدا کنه واسه آفریقا عجب حالا البته اون موقع مردم هم تحویلش نگرفتن چیز نکردن حالا خیلی ها بودن چند سلبریتی چند تا از این چیزای خیلی بودن مثلا همین چیزهایی که فیلماش می اومد کلیپ می ساختن نمیدونم پس هم قشنگ حضور ذهن ندارم ولی اگه یادت باشه یه مدت مثلا بازار این چیزا بود تو فیس بعد یه دفعه می این مراکزی که دی ایو ای رو چیک میکنن یه دفعه معروف میشه نمیدونم این آیریشیا ها این مثلا ایسلندییا ها نمیدونم مخصوصا اینا اینا مثلا میرفت یا آمریکایی ها اینا میرفتن مثلا آزمایش میدادن که ببینن نجادشون اصالتا مال کجاست مثلا آزمایشش می که تو مثلا 20 درصد مال نمیدونم انگلیسی 40 درصد مال اسپانیایی نمیدونم 10 درصد مال فلانی فلان بابا بزرگ بابای بابای عمه ننه دایید فلانجا بوده این چیزا بهش میگفتن و این قضیه هم خیلی پروموت میشد خیلی تبلیغات سرش میشد تمام فیلم های یوتیوب که ساجست میشد در مورد همین بود اگه شما یوتیوب به زبان انگلیسی نگاه میکردید اکثر این تبلیغات بین ویدیوها همش برمیگشت به همین توی یه دوره ای حالا مثلا چند سال پیش و خود فکر کن چه, چه دلیلی داره بیان مثلا نقشه نجادی دنیا رو پیدا کنن واسه همین روزا دیگه این همه خرج کنن که چی؟ پسر خالت هم؟ خلاصه حالا تازه بحث های تراریخت و دو. نمیدونم تروریسم حوزه از اینا که بماند بماند مثلا میان گردوهای در... تنه درختای گردوهای ایرانی ها به قیمت بالا میخرن بعد بذر نمیدونم درختای گردوهای اسرائیلی و با قیمت پایین میفروشن که مثلا این نجاد گردو توی ایران مثلا روش کنه بعدها بتونن رو فلان گردو حالا اینا بماند نمیدونم کلا مواد خوراکی که مثلا تو فلان کشور میفرستن مثلا کم کم فلان کار میکنن که فلان بیماری بین اون مردم رایج بشه و خیلی چیزا اصلا فهمیده نمیشه مثلا یه دفعه میبینی سلطان سینه توی زنهای فلان مملکت مثلا یه دفعه خیلی شیوع پیدا میکنه بعد در یه طرف میان میگن میبندنش به پارازیت میگن به خاطر پارازیت پارازیتی که مثلا فرکانس رادیویی یا اصلا چیز فیزیکی نیست که مثلا انرژی داشته باشه بعد میان میبندنش به یه سیگنال تو یه حوزه دیگه مثلا مایکرو همونجوری بود که میگفتن مثلا سامسونگ رو بذاری 20 دقیقه بغل گوشت گوشت میپزه الان من گوشی سامسونگ داشتم دو سه ساعت در روز تو جیبم بود پام هیچ وقت نپخته یا میان مثلا تو یوتیوب فیلم درست میکنن سامسونگ رو میذاره بغل تخم مرغ و تخم مرغ میپذه حالا مثلا جادوگری فتوشاپ میکنن خلاصه حالا من وارد این تاریخ ده. اینا نمیشم که حرفش خیلیه حالا اینو چیز کنید حالا این واردش نمیشه این هم حرفش دیاده هم کلا ما تو این خیلی باید مراقب این قضیه تاریخته باشیم نشیم مثل کانادا لاقل دست کمش اینه که نشیم مثل کانادا آمریکا با غذاهای بیمزه و بیکیفیت و فلان و این همه مریضی و فلان هم افزایش پیدا کنه بین آدما حالا